درود و عرض ادب دارم خدمت همه همکاران و همراهان، عزیزان حاضر در جلسه و همینطور هموطنانی که از طریق کانال یوتیوب و همچنین تلویزیون بشریت ما رو به صورت زنده دنبال میکنن و یا در آینده ما رو خواهند. امروز 15 نوامبر 2022 برابر با 24 آبان 1401 و از ساعت 18 به وقت اروپای مرکزی در خدمت شما هستیم از سری جلسات ویژه هماندیشی با موضوع حق اعتراض و موضوعی که برای امروز انتخاب شده احکام ناعادلانه قوه قضاییه برای معترضان هست. این جلسه هماندیشی با همت همکاران من در کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی برگزار میشه و امروز در خدمت میهمان عزیزی هستیم که در ادامه با ایشون همراه خواهیم بود. میهمان امروز ما آقای کاوه حسنپور هستن، فعال حقوق بشر و عضو سازمان هنگا. البته پیش از اینکه صحبت‌های ایشون رو بشنویم، من لازم میدونم یک آمار کلی و یک گزارش کوتاه رو خدمت همه عزیزان عرض کنم و بعد در خدمت آقای حسنپور خواهیم. همونطور که میدونیم در تقریبا 2 ماه گذشته و پس از قتل حکومتی مهسا امینی در ایران اعتراضاتی شکل گرفت و این اعتراضات به سرعت به سراسر ایران گسترش پیدا کرد و بحث کلیت نظام رو در پیش گرفت. در این راستا بر اساس گزارش کانون حقوق بشر ایران تا کنون برای بیش از 1680 تن از شهروندان بازداشت شده کیفرخواست صادر شده و تمامی این شهروندان با اتهاماتی نظیر اقدام علیه امنیت ملی، فساد فی الارض، اخلال شدید در نظم عمومی، فعالیت تبلیغی علیه نظام و غیره مواجه شدند. در این بین بیش از 369 تن از شهروندان در طی 2 ماه گذشته و از آغاز خیزش مردمی جان باختند که در میان آنها 54 کودک نیز وجود دارد. همچنین تاکنون بر اساس آمار رسمی رسانه‌های رژیم بیش از 20,000 تن از شهروندان بازداشت شدند. لازم به ذکر است که صدور احکام و کیفرخواست بدون در نظر گرفتن مراحل قانونی از جمله بررسی شواهد و مدارک، عدم دسترسی بازداشت شدگان به وکیل و اعتراف اجباری صورت گرفته که با توجه به نقض قوانین و حقوق بازداشت شدگان تمامی این احکام و اتهامات اساساً و از پایه غیر قانونی و خلاف موازین بین المللی می باشد. هرچند که نمیتوان امید داشت که مسئولان جمهوری اسلامی طبق قوانین عمل کنند، زیرا در کشوری که نمایندگان مجلس که خود را نماینده ملت می دانند و در خانه ملت خواستار اعدام شهروندان معترض می شوند، نمی توان از سایر بخشها و نهادهای مربوطه انتظار التزام به قانون داشت. بنابراین ما چرا نگرانیم از احکامی که قرار صادر بشه یا صادر شده؟ برای اینکه ما تجربه جمهوری اسلامی رو داریم، از همون ابتدای به وجود آمدن جمهوری اسلامی با دادگاه‌های یک ساعته یا تابستان 67 اعتراضات، وقایع بعد از اتفاقات سال 88، سال 96، سال 98 و الان می‌بینیم که هنوز طرف 1 هفته است که بازداشت شده بدون اینکه جرمش اصلا محرز بشه براشون حکم اعدام صادر کردن یا براشون کیفرخواست عنوان شده صادر کردن. بنابراین در همین راستا میشنویم ابتدا سخنان جناب آقای حسنپور رو و در ادامه با همه شما عزیزان در این جلسه هماندیشی همراه خواهیم بود. آقای حسنزاده بفرمایید. آقای حسنپور بفرمایید. مدد آقای حسنپور. سلام عرض میکنم خدمت شما و میهمانان عزیزتون، همچنین بینندگان عزیزتون. همچنان که مستحضر هستید و تو فرمایشات شما هم اومده بود که با توجه به این آماری که شما فرمودید، من میخوام
چون خودتون میدونید حوزه کاری ما کردستان، شهرهای کردستان، اگه اجازه بدید آماری که در این مدت ما به دستمون رسیده و تایید شده توسط تیم حقوقی سازمان حقوق بشری هنگاو رو به خدمتتون عرض کنم. در طول این 60 روز اعتراضات و مقاومت مردمی در شهرهای کردستان که در 38 شهر استمرار داشته، 66 شهروند کرد جونشون از دست دادن. 11 نفر از این آمار کودک بودن. حالا تعریف ما از کودک کسانی که طبق کنوانسیون های بین المللی، قراردادهای بین المللی، کسانی هستند که زیر 18 سال هستند. 7 نفر از این آمار زن بودن. بیش از 4300 نفر بازداشت شدن که هنگام تونسته 1079 نفر رو هویتشون برای هنگام محرز شده. ما این آمار در اختیار داریم. از مجموع این 1079 نفر 137 نفر زن بودن بازداشتی ها، 87 کودک زیر 18 سال، 40 دانشجو و 24 معلم بازداشت شدن. از هم به حضورتون اگه بخوام در مورد زخمی ها یه آماری خدمتون بدم، در طول این اعتراضات با توجه به آماری که دست ما هست و در مرکز آمار هنگاو ثبت شده، حدود 5000 شهروند کرد با شلیک مستقیم نیروهای نظامی جمهوری اسلامی زخمی شدن. البته هنگاو تأکید میکنه که این آمار توسط تیم حقوقی هنگاو تأیید شده و این آمار، این 5000 نفر صرفاً یعنی شامل کسانی که میشه، حالا این کسانی که زخمی شدن، کسانی که کشته شدن، کسانی که بازداشت شدن، صرفاً شامل کسانی که میشه که خانواده هاشون خودشون داوطلبانه این اخبار رو به ما دادن، دوستان، حامیل، خانواده یا کسانی که در کنار قربانیان بودن، مثلا در اعتراضات شرکت کردن، دیدن کسی زخمی شده یا بازداشت شده، هویتش رو آشکار کردن. به همین دلیل ما معتقدیم که این آمار به احتمال زیاد اگر وضعیت اینترنت در شهرهای ایران بهتر بشه و خانواده ها بخوان همکاری کنن با رسانه ها، به احتمال زیاد بسیار بیشتر از این هست. ما حالا میخوام یه چند نکته رو در مورد زخمی ها خدمتون رو عرض کنم، بعد اگه دوست داشتین در مورد امروز در شهر کردستان چه اتفاق افتاده هم خدمتون رو عرض کنم. ما تونستیم از طریق سازمان حقوق بشری چه در خارج از کشور و چه کمک خیرین، کسانی که دوست داشتن در این اعتراضات کمکی بکنن از طریق مالی، اینا ما تونستیم 15 کیت درمانی که هزینهشون 15 میلیون بوده اینا رو تهیه بکنیم، به شهرهای کردستان تقسیم شده به صورت عادلانه. حالا تا اونجایی که تونستیم، هرچند خیلی کمه، نمیرسه به هر جایی، ولی تونستیم این 15 کیت درمانی رو تقسیم بکنیم. 40 نفر از کسانی که وضعیتشون خیلی وخیم گزارش شده، نیاز به عمل جراحی داشتن در بیمارستان ها در شهرهای مختلف در ایران و کردستان، شهروندان کرد، کسانی که بضاعت مالی نداشتن، تحت عمل جراحی بودن، ما هزینه 40 نفر از اینا رو تقبل کردیم. البته از محل این کمک هایی که جمع شده، حالا چه از سازمان های بین المللی که مدافع حقوق بشر بودن، چه در از مردم ایران، از مردم کردستان که جمع کردیم، از این محل پرداخت کرد. همکنون در حال حاضر در 11 شهر کردستان اعتراضات جریان داره، مردم در خیابونا هستن. همکنون که با شما صحبت میکنم بوکان و جهاروت خیلی متشنج هستن، مردم به سمت نهادهای حکومتی همچون فرماندهی ها حمله کردن. از خود یعنی ما معتقدیم که
چنان که نیروهای نظامی به سمت مردم حمله میکنن، مردم حق دفاع مشروع دارن از خودشون دفاع بکنن. همچنین در جریان اعتراضاتی که از پیش، اعتصاباتی که از پیش برنامه ریزی شده بود، امروز اکثر شهرهای کردستان اعتصاب سراسری بوده. مغازه ها به صورت کلی در قبل از ظهر تعطیل بودن در بسیاری از شهرهای کردستان. یعنی ما الان آماری که در دست داریم تا قبل از اینکه بیام خدمت شما، نزدیک 30 شهر از شهرهای کردستان به صورت کلی اعتصاب سراسری بوده. یعنی قبل از ظهر به صورت کلی تعطیل بوده، در بعد از ظهر بعضی از شهرها تحت تدابیر شدید امنیتی و فشار نهادهای حکومتی، مردم یعنی مجبور شدن قسمتیشون مغازه ها رو باز کنن، ولی قبل از ظهر به صورت کلی تعطیل بوده در ساعات اولیه. این آماری بود که خدمتتون عرض کردم. اگر اجازه بدید دوستان حوصله کنن، من در مورد این برنامه‌ایم که امروز شما تدارک دیدید چند نکته رو عرض کنم. آماری که دست ما هست، چهار تن از شهروندان کرد به نام های توحید درویشی، اهل روستای گرناوی که بخش قطب سر به شهرستان خوی در آذربایجان غربی که متأهل هستیشون، دو تا فرزندم داره، در شهر تبریز مشغول مسافر کشی بوده. در حین اینکه ایشون مشغول سوختگیری بوده، توسط نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی دستگیر شده. بعد از یک مدت کمی ایشون 23 مهر دستگیر شده، یعنی براش حکم اعدام اومده. ایشون هم اکنون در زندان، یعنی وضعیت روانی در اینشون بسیار بسیار جدی هست، خیلی خطرناک از وضعیت روانی ایشون. بعد سامان یاسین، خواننده و ترانه‌ساز اهل کرمانشاه، تنها پس از 3 هفته بازداشت در زندان حکم محاربه به ایشون به اصطلاح تفهیم شده، حکم محاربه. ایشون تحت شکنجه شدید بودی تا اونجایی که ما خبر داریم. بعد مهندس پرهام پروری اهل سقز، ایشون در یه شرکت مهندسی در تهران مشغول به کار بوده، طبق گفته های پدر ایشون که فیلمش در سایت ما موجود هست، آقای مظهر پروری، ایشون در تهران وقتی مشغول از سر کار برگشته، مشغول به کار بوده، در راه خانه توسط نهادهای حکومتی بازدار شده و ایشون هم از لحاظ ورزشی قهرمان شنا هستن، چندین مدال در سطح کشوری در سطح بین‌المللی دارن، به عنوان مربی شنا مشغول کار بودن. بعد نفر دیگه، ما این 4 نفر رو تونستیم تایید کنیم، تیم اوبه هنگام تونست تایید کنیم کسانی که در این 4 نفر در اعتراضات اخیر به اتهام به محاربه متهم شدن. تیم اوبه هنگام که مسئولیتش راستی آزمایی و تایید اخباری که از کردستان به دست ما میرسه، تونسته این 4 نفر رو تایید کنیم. همچنین یک نفر دیگه هم امروز به دست ما رسیده که 21 ساله هست. خبر ایشون همکنون که من با شما صحبت میکنم، آقای مهدی کرمی، خبر ایشون در حال حاضر در دست بررسی و پردازش هست توسط همکاران ما. ایشون 21 ساله هست، از روز 14 آبان ایشون دستگیر شده، گویا ایشون اتهام محاربه زدن، هنوز ما نتونستیم راستی آزمایی بکنیم. به غیر از اینها 4 نفر دیگه، 2 نفر در ایلام و 2 نفر در دره شهر به محاربه محکوم شدن، تفهیم اتهام شدن، ولی ما هنوز نتونستیم این 4 نفر رو به اصطلاح راستی آزمایی بکنیم، اخبارشون رو تایید بکنیم. تا این اخبار رو تایید نکنیم، ما روی همین 4 نفر در اعتراضات اخیر تأکید داریم. به زودی که بتونیم اخبار این 4 نفر رو بگیریم و هویتشون تایید بشه، اخبار تایید بشه، ما در سایت و در رسانه های
دیگه ما پخش میکنیم. من در خدمتتون هستم. این چکیده‌ای بود از اخبار و آمار کردستان که به نظر شما رسید. بله، بسیار ممنون آقای حسنپور عزیز. من عذرخواهی میکنم در ابتدا اسم شما رو آقای حسنزاده صدا کردم. آقای حسنپور گرامی، تو صحبت‌های شما من یک نکته رو متوجه شدم که شما از سر نهادهای حقوق بشری و همینطور کمک خیرین برای مجروحین تونستین بسته های کمکی ارسال کنین. حالا من یه سوالی برام پیش اومد که آیا در مورد افرادی که بازداشت شدن یا براشون حکم حتی صادر شده یا کیفرخواست صادر شده، آیا برای اینها هم شما برنامه در نظر دارید یا نه؟ قبل از اینکه شما پاسخ بدین، از دوستانم اگر عزیزان سوالی یا نظری دارن لطفاً با علامت دست نشان منو راهنمایی کنید. بفرمایید آقای حسن. بله، من اون چیزی که عرض کردم در مورد اعتراضات اخیر بود، ولی سازمان حقوق بشری هنگام در طول حیات خودش که چند سالی هست این سازمان در نروژ ثبت شده و قبل از اون هم در کردستان عراق در فعال بوده، هنوز هم ما شعبه در اونجا داریم، در طول حیات خودش همچنان به زندانیان، به مسئله کولبران، به مسائل زنان در کردستان تأکید کرده. تا اونجایی که ما تونستیم بسته به بضاعت خودیم کمک کردیم، ولی سازمان حقوق بشری هنگاو از هیچ نهاد و سازمان دولتی و غیر دولتی، حالا در خارج کشور هم مقال داره، ما کمک نگرفتیم. این کمک های مالی که من خدمت رو عرض کردم، در این اواخر ما تونستیم از یکی دو سازمان غیر دولتی در کشورهای اروپایی کمک های درمانی دریافت کنیم. ما اینا رو رسوندیم. ما بقی در سایتمون ما اعلام کردیم که کمک های مالی شما رو از طریق این سایت، مثلا شماره حساب و پایپال و اینا دریافت میکنیم. مردم خودشون به صورت داوطلبانه کمک کردن و ما این کمک ها رو تونستیم به دست کسانی که زخمی شدن، کسان، البته اینم بگم، من این یادم رو خدمت رو کنم، ما تونستیم بغیر از اینها کسانی رو که ترسیدن، استراب داشتن از این که زخمی شدن، به خودشون به نهادهای درمانی در کردستان، در شهرهای کردستان معرفی بکنن، به بیمارستان برن از ترس اینکه بازداشت بشن. چون شما میدونید که در شهرهای کردستان، حالا در کل ایران هم شاید اینجوری باشه، وقتی که اعتراضی صورت میگیره نهادهای حکومتی به خاطر اینکه مردم شناسایی کنن، یکی از جاهایی که خیلی مد نظر میگیرن، زیر نظر میگیرن، بیمارستان ها، مراکز درمانی، برای اینکه کی زخمی شده، چطور زخمی شده اینا. به هر حال ما تونستیم یکی با همکاری خیلی از اعضای خودمون، کسانی که به هر حال ازشون خواهش کردیم، حالا کادر درمانی بودن، دکتر بودن، به هر حال پرسنل درمانی بودن، اینا رو فرستادیم خونه های مردم، مردم رو درمان کردن. چند فقره هم از این خدمات داشتیم، اینا رو هم یادم رفت خدمتتون عرض کنم. ولی در صورت کلی در مورد بازداشتی ها و خانواده های کسانی که بازداشت شدن، ما اون تا به حال اون کمکی که از دستمون برمده انجام دادیم. اگر به صفحه فیسبوک ما مراجعه کنید، در توییتر ما، در جای دیگه، ما به صورت پراکنده چندین بار برای خانواده زندانیان سیاسی کمک مالی جمع کردیم. این کمک مالی هم با شاهد و مدارک به دستشون رسیده و ما این فعالیت ها رو ادامه میدیم. ولی اکنون با توجه که سازمان هنگام فشار خبری خیلی زیاد روش هست و پرسنل ما هم خیلی کمه، واقعا همین الان که من در خدمت شما هستم، شاید بیش از 100 خبر به دست ما رسیده در مورد بازداشت شهروندان کرد، در مورد زخمی شدن شهروندان که ما نرسیدیم این اخبار رو پردازش کنیم، بهشون رسیدگی بشه. به همین جهت ما از مردم، واقعا از مردم کردستان، از مردم باقی نقاط که به ما اعتماد کردن و با ما همکاری میکنن، ولی ما نرسیدیم که این اخبار رو پخش کنیم، ازشون معذرت خواهی میکنیم. در خدمتتون هستم باز اگه سوالی هست. بسیار هم عالی، ممنون از شما.
خانم نرگس مباشرفر عزیز، میشنویم صحبت های شما رو، بفرمایید. ضمن سلام و عرض ادب خدمت تمامی همکاران حاضر در جلسه، مخصوصا مهمان گرامی که امروز ما در خدمتشون هستیم. من یه سوال اینجا برام پیش اومده و واقعا دلم میخواد که اگر که شما در بتونید پاسخ بدید. خب ما هر روزه میبینیم که دولت جمهوری اسلامی ایران با نیروهایی که داره، مثل سپاه، مثل ارتش، مثل حالا ارتش که هنوز نه، ولی خب بسیج داره مدام عزیزان ما رو به خاک و خون میکشه، حالا یا با باتون میکشه یا با اسلحه یا با هر چیز دیگه که دستش میرسه داره عزیزان ما رو از بین میبره. اون وقت چطور هست که برای این افراد هیچ حکم محاربه یا نمیدونم قصاص یا حتی یک چیز خیلی ساده، یک زندان ساده براشون نمیبندن، اما با توجه به این اعتراضات عزیزان ما که فقط حقشون رو میخوان و فقط مطالبه گر حقشون هستند و به قولی در خیابان میان و اعتراض میکنند و یک شعاری میدند و در این میان حالا یک سطل آشغالی رو به قولی آتیش میزنند، حکم محاربه و زندانهای چند ساله برشون میبندن، این چطور هست که اینقدر تفاوت و تناقض وجود داره؟ مرسی، ممنون میشم راهنمایی بفرمایید. ممنون از شما بانو مباشرفر عزیز. آقای حسن‌پور بفرمایید، در خدمت شما. مورد خدمتتون هستم. من دقیقا سوال رو متوجه نشدم، شرمنده ام. اگه تکرار بفرمایید. منظورشون این بود که چطور میشه که تو سیستم قضایی جمهوری اسلامی برای افرادی که مردم رو میکشن یا حالا به هر نوعی نقض حقوق انجام میدن هیچ نوع حکمی صورت نمیگیره، ولی مردمی که معترضن و حق خودشون رو میخوان به سرعت براشون حکم صادر میشه؟ اگر فهم کنم، اگر درست متوجه شدم خانم مباشرفری، اگر میخواید خودتون دوباره سوالت رو مطرح کنید، فهم کنم منظورشون این دقیقا منظورم همین بود که چرا این افراد رو که این همه قتل و جنایت مرتکب میشن در جمهوری اسلامی ایران هیچ قوه قضایی اینا رو مجازات نمی کنه، اما یک پسر 24-5 ساله مثل پرهام رو بهش حکم محاربه میدن که چی؟ فقط اعتراض کرد. ممنون از شما. شما خودتون شاهدید که این حکمایی که این افراد هم که شما اشاره کردید، کسانی که سر به نهادهای حکومتی هستن میگیرن، حالا 4-5 یا کمتر زیادتر سال بهشون میدن، فقط به خاطر اینکه یه سناریوی رو درست کنن. این افراد نه به زندان میرن نه بازداشت میشن، ولو اینکه ترفیع درجه میگیرن، تمامی سردمداران کنونی جمهوری اسلامی از همین رئیس جمهور شش کلاسمون بگیرید تا بیاد پایین، بسیاریشون دستشون تو خون مردم بوده، در زندانها مردم رو شکنجه کردن. ما آمار کلی داریم، خیلی هاتون شنیدید که این اشخاص چطوری ترفیع درجه گرفتن چطوری. یعنی منظورم اینه که این افراد فقط تحت یه سناریویی، به خاطر اینکه در یه مقطعی، حالا چه مربوط به اختلاس باشه چه مربوط به چیزهای دیگه باشه، به خاطر اینکه مردم رو ساکت کنن یه حکم بهشون میدن، ولی در جای دیگه بهشون ترفیع درجه هم بلو داده بشه. ولی در مورد این که مثلا چرا یک جوانی مثل آقای پرهام 23-24 ساله، من نظرم اینه که حالا این خط مپس نشه، من نظرم اینه که کسانی که من خوندم، حالا این اشخاص اکثرا بیرون از شهر کردستان دستگیر شد، نگاه جمهوری اسلامی مخصوصا به نواحی ایران، به حاشیه ایران، یک نگاه امنیتیه. شما اگه بلوچستان رو در نظر بگیرید، در یک جمعه اونا 100 نفر رو کشتن، اصلا این خیالشون هم نبود، 100 نفر رو در عرض چند ساعت کشتن در این جمعه خونین زاهدان. برگردیم به کردستان، همواره یعنی کوربران، کسانی که مثلا چند بسته صابون در کیفشون بوده برای امرار معاش، مثلا ما همواره اینا رو داشتیم. هفته نیز در کردستان چندین کوربر کشته نشد، به خاطر اینکه
خواستن امرای رو معاش بکنن. شما اگه به شهرهای کردستان سر زده باشید یا سر بزنید، میبینید که در کردستان اصلا فرصت اقتصادی وجود نداره، کارخونه نداره، مردم مجبورن برای امرار معاش به صورت قاچاقی در بین مرزهای ایران و عراق یا ترکیه و ایران کالاهایی را حمل بکنن، به بازارچه‌های مرزی منتقل میکنن، حالا صابون باشه، چای باشه، اینجور کالاها. مردم رو به خاطر فقط چند بسته صابون هدف شلیک مستقیم قرار میدن، کسانی که متأهل هستن، نانآور خانوادهشون هستن. یعنی اینا کشتن براشون اصلا هیچ اهمیتی نداره، حذف فیزیکی مردم. و بعد در سیناریو درست کردن هم خیلی خیلی زرنگ هستن، خیلی کار کردن روش. مثلا فکر کنم اگر این چهار جوان یا ده نفر دیگر رو به اتهام محاربی محکوم کنن، فکر کنم که سریع میتونن آرامش رو به جامعه برگردونن و سیاست های پلید خودشون ادامه بدن، چه در سطح بین‌المللی چه در سطح داخلی. من فکر کنم غیر از این چیز دیگه ای نیست. بله بسیارم عالی. البته فکر کنم که ما چون توی ایران قوه قضاییه ای که مستقل باشه، یعنی دادگستری که مستقل باشه نداریم، بنابراین همه چیز مرتبط با یک شخص و اون شخص هم ولی فقیه دیگه. ولی فقیه دستور میده که رئیس قوه قضاییه رو به قول معروف منصوب میکنه و جاهای دیگه. بنابراین خب اینا هیچ وقت نمیان عوامل خودشون رو محاکمه کنن. من فکر میکنم که بیشتر میان برای ارعاب، برای کشتن. بسیار. من فکر میکنم جناب آقای، بله آقای کاوه، من فقط پیداتون کنم. بله بفرمایید لطفا، میکروفون در اختیار شماست. باز نشد میکروفونتون. بله بفرمایید. من سلام و درود دارم خدمت شما و مهمان عزیزتون و همه حاضران در این اتاق. من تلاش های شما رو عرض میذارم و در واقع دست مریضات میگم. این اقدام با ارزش و انسانی رو، من گزارشات رو با دقت، هم مقدمه شما رو هم گزارشات جناب کاوه رو، ببخشید اسمشون رو نمیدونم درست میفهمم یا نه، آقای کاوه حسن پور درست فهمیدم؟ ایشون گزارش خیلی مفصل و با جزئیات دادن از اونچه که در کردستان عزیز ما میگذره، اشاره کردن به بلوچستان. من واقعا این تلاش ها و این کارهای ارزشمند شما رو بسیار ارج میذارم، ولی سوالی که من برام هست اینجا، آیا در ارتباط، چون که شما به درستی اشاره کردین که این رژیم جنایتکار اولا هیچ روند قضایی شفافی رو انجام نمیده، دستگیر شدگان عموما از حق داشتن وکیل و یک روند عادلانه و قابل قبول قضایی هم محرومن کامل، و اینا کامل در واقع حتی به طور گسترده از اعترافگیری در زیر شکنجه استفاده میکنن. حتی این رژیم عادی سازی هم نمیکنه، علنا در جلسه علنی مجلس میان همگی شعار میدن ای رهبر فلان آماده ایم، آماده، خونه که در رگ ماست فدیه به رهبر ماست، و خواهان کشتار فعالان سیاسی، کشتار معترضان بی سلاح میشن. آیا یک اقدامی شده تا الان که بشه این نقص های فاحش حقوق بشر رو، به اصطلاح این اعترافگیری اجباری رو، این در واقع کشتار خشن معترضان بی سلاح رو، بشه برای سازمان ها و انجمن های حقوق بشری و مراجع بین المللی توضیح داد
که بشه واقعا به کمک اینها بشه موضوع در واقع این کشورهای غربی فشار وارد بکنن، بتونن رژیم رو یک کمی محدودتر بکنن، در واقع نمیشه به صفر رسوند و بشه محدودتر کرد از اینکه این چنین با دست باز کشتار نکنه. مثلا ما شاهد بودیم، حتی جالبه که این در واقع ارتجاع منطقه هم آمد به کمک همین رژیم، من جمله الازهر مثلا سر موارد مورد تهاجم قرار گرفتن آخوندها، حتی عمام پرونی هم مثلا برای آخوندها این حق دفاع مشروع رو به رسمیت شناختن، ولی برای مردم معترض که در خیابان با گلوله کشته میشن این حق به رسمیت شناخته نشده. ما نیاز به همچه به اصطلاح پوشش حقوقی بین المللی داریم. آیا در این زمینه اقداماتی در دست هست؟ سپاسگزارم. میبخشی صحبتم طولانی شد. ممنون از شما جناب آقای آل حمود عزیز. عرض کنم که جناب آقای کاوه آل حمود از فعالین سیاسی و از هموطنان عرب ما هستن. آقای حسن پوش شما رو میشنویم، بفرمایید. بله من میتونستم. خیلی سوال درستی بود، خیلی سوال به جایی بود. ممنون از دوست عزیزم آقای آل حمود. واقعیتش رو بخواید سازمان حقوق بشری و جامعه جهانی به طور کل همواره که روی خط بودن، اینا اون سازمان هایی که غیر دولتی هستن، از همچنان که خودتون مستظر هستید، از مکانیزمی بر مثلا به عنوان فشار اینا علیه دولت ها برخوردار نیستن، نمیتونن کاری انجام بدن. خود دولت هم تا کنون چیزی که ما میبینیم اینه که مسئله حقوق بشر رو به عنوان کارت باش بازی میکنن، یعنی تا الان نخواستن که مثلا واقعا جانبداری بکنن. چیزی که شما خودتون در کشورهای اروپایی اکثر زندگی میکنید، چیزی که میبینید اینه که واقعا بین کیس های حقوق بشر، حتی مثلا مسئله پناهندگی، اینا تفاوت الان تفاوت فاحشی است. یعنی شما از کدوم کشور بیاین در یه کشور اروپایی تقاضای پناهندگی بدین فرق میکنه با اینکه مثلا از یه کشوری، حالا حاشیه اروپا، در نمیخوام دیگه واقعا به صورت عمیق در این جریان چیز بشم چون از بحثمون دور میافتیم، یعنی فرق میکنه واقعا. بعد به شما نگاه کنید، الان ما به این مسئله نرسیدیم صحبت کنیم. میخوام یه اشاره کوچیکی بکنم به این دو سه روز اخیر که دیروز صبح ساعت 9 احزاب کردستانی که مخصوصا در حال حاضر در مرزهای در شهرهای کردستان عراق در شمال عراق هستن، از اول اعتراضات که شروع شده، چون جمهوری اسلامی احساس میکنه اعتراضات کردستان اگه منسجم هست، اگه مردم جواب میدن، اگه مردم کاری میکنن در این زمینه، نوک اتهامات رو به سمت احزاب کرد کومله، مخصوصا احزاب عمده کردستانی، حزب دموکرات کردستان، اینا نشانه میگیره. چندمین باره در طول اعتراضات اخیر، در 60 روز اخیر، که جمهوری اسلامی مقرهای احزاب سیاسی کرد رو بمباران کرده، از پهپادهای بدون سرنشین استفاده کرده، مدارس رو بمباران کرده. شما نگاه کنید، کردها فقط در اون سوی مرز، کردها ایران فقط در اون سوی مرز، در داخل مرزهای سیاسی جمهوری اسلامی کشته نمیشن، در بیرون از مرزها هم، یعنی همین کودکانی که در مدارس به کمپهای مدنی حمله کرده، اینا همگی مردمی بودن که سلاح در دست نداشتن، زن و کودک بودن. یعنی خودشون هم در بیانیهشون اعلام کردن که دیگه فقط کمپهای نظامی رو نشونه نمیگیرن، به کمپهای مدنی هم حمله میکنن. ولی جالب اینه که جمهوری اسلامی هر چه تلاش کرده در این زمینه که احزاب کرد رو، یعنی میخواد باشون یک به اصطلاح میدانی فراهم بشه که احزاب کردی وارد جنگ نظامی بشه، ولی تا اون جمهوری اسلامی موافق نشده، چون احزاب کرد دست جمهوری اسلامی رو خوردن، نمیخوان اعتراضات مدنی، اعتراضاتی که مردم در سطح کردستان و در سطح ایران دارن انجام میدن خطش عوض بشه، به سوی خشونت کشیده بشه،
همواره احزاب کردی تأکید کردن به اینکه مردم به حواسشون باشه وقتی در اعتراضات شرکت میکنن، مبادا در دام نقشه های پرید جمهوری اسلامی بیفتن، یعنی به سمت و سوی دیگری سوق داده بشه. ولی با وجود این باز هم به کمپ های احزاب سیاسی حمله کردن، دیروز دو نفر رو شهید کردن، چند روز قبل از بین کسانی که شهید شدن چند زن و کودک داخلشون بود، کودکی که در شکم مادرش بود، یعنی هنوز به دنیا نیومده بود، اینا زدن مادرش رو کشتن به امید این که بچه سالم به دنیا بیاد، تحت عمل جراحی قرار گرفت، ولی ایشون هم متاسفانه بعد از دو روز به علت مشکلات تنفسی اینا فوت کردن. منظورم اینه که با وجود این هنوز دولت‌های اروپایی، جامعه بین‌المللی اعتراضی در مورد اقدامات جمهوری اسلامی، یعنی هیچ عملی صورت نگرفته. آمریکا که در داخل خاک عراق پایگاه های نظامی داره هنوز نتونسته، یعنی دقیقا آدم نمیدونه چه تفسیر و تحلیلی برای این اقدامات آمریکا قائل بشه. آیا از مداخله در امور کشورها بعد از افغانستان، بعد از عراق، بعد از سوریه واقعا خسته شده، میترسه دوباره ریسک کنه؟ در کشوری که خودش پایگاه های نظامی متعدد داره هیچ اصلا سکوت، هیچ کاری نکرده. این همه، یعنی شاید بگم مثلا به فاصله 100 کیلومتری آمریکا پایگاه های نظامی داره ولی هیچ دخالتی نکرده و جون زن و بچه های بیدفاع جمهوری اسلامی در حاله، یعنی داره تست میکنه این پهبادایی که درست میکنه بر روی مردم بیدفاع کرد. و تا کنون هیچ نهاد بین المللی هم در این موارد هیچ صدایی ازش در نمیاد. در مورد اعتراضات هم همینجوری، یعنی فقط ای که مثلا سران سپاه به یه صورت فرمایشی مثلا تحت اصلا چیز قرار گرفتن، تحت تحریم قرار گرفتن. چند سال پیش آقای جنتی رو در لیست تحریم های آمریکا دیدیم، ایشون خودشون مسخره میکرد، میگفتن این تعطیلاتی که من میرم آمریکا نمیدونم این چیزا، بذار فقط تحریم کنه. واقعا جواب دولت های آمریکا همین جوابی که آقای جنتی میده، اینا اصلا منظور ندارن اگه تحریم بشن، فکر کنید دیگه از سوالشون بسته میشه، از یک راه دیگه کاروارشون رو پیش میبرن. من فکر میکنم که اون چیزی که الان در خیابان های ایران لازم داره مردم، پشتیبانی مستقیمه، قطعنامه هاییه که پای جمهوری اسلامی، دست جمهوری اسلامی قلم کنه دیگه، نتونه به سمت مردم خودش شلیک کنه، شلیک مستقیم. تمامی این آماری که من براتون خوندم دوستان عزیز، شلیک مستقیمه. در کردستان از این اسلحه استفاده کردن کالیبر 50 از چند تا دیوار رد شده، دیوار آخر که بریده، مردم فقط نظارگر بودن، از پنجره نگاه کردن بدون اینکه شعاری بدن، سرش شلیک کردن. اسلحه‌ای که ازش استفاده شده بعد از اینکه از چند دیوار رد شده، دیوار آخر 20 سانتی متر از دیوار رفته تو. جمهوری اسلامی از اسلحه‌ای استفاده میکنه که اگر در بیرون از مرزهای خودش با یک دولت متخاصم درگیر میشد، همین اسلحه رو به کار میبره، اون اسلحه‌ای که بر مردم خودش به کار میبره. یعنی آدم این همه این شدت و این حدت از ناجوانمردی و جنایت رو میبینه، تعجب میکنه ما با چه سیستمی سر و کار داریم. در خدمتتون هستم. بله ممنونم. البته منم در ادامه صحبت های شما آقای حسن‌پورین و آقای آل‌حمود میخواستم اضافه کنم به صحبت های شما که خب به هر حال سازمان های حقوق بشری واقعا فعالیت میکنن، ما گزارش میدیم، منتها اینکه چه تصمیمی گرفته میشه، خب سازمان حقوق بشر هم توی سازمان اصلی، یعنی اونم یک قدرت اجرایی نداره، اون نهایتا میتونه یک به قول معروف چیز بده. ولی حالا اینطوری که من شنیدم در هفته آینده قراره که شورای حکام یا همچین چیزی، یکی از این شوراها برای نقض حقوق بشر در ایران یک جلسه ویژه تشکیل بده. خانم مباشری فر عزیز شما رو میشنم، بفرمایید.
در خدمتتون هستم. دقیقا من هم صحبت شما رو میخواستم اعلام کنم به آقای حسن پور که در سوم آذر ماه که حدود 9 روز دیگه هست، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد قرار هست که یک جلسه اضطراری بگذارند برای نقض حقوق بشری که در ایران در حال انجام هست. اگر حالا در سایت های خبری، در برنامه های تلویزیونی خبری دیده باشید. و حالا میخواستم بدونم که آیا این جلسه که برگزار میشه راه هست که دست این دولت مردان جمهوری اسلامی رو ببنده که نقضی انجام ندن، یا خیر هنوز همون هست، فقط این در حد یک نوشتاری بر روی یک کاغذ هست و هیچ عملی در اصل نمیشه انجام داد؟ مرسی. سوالتون رو به من ببخشید. ممنونم. خانم مباشری فرمودن که هفته های آینده، در چند روز آینده. بله سوالشون متوازی شده. سوالشون متوازی شده. فقط خواستم بدم سوال من رو به من هست. بله. در خدمت هستم. بله. واقعیتش اینه که از این دست، واقعیتش من خبر ندارم از این در کجا قرار برگزار بشه اینا، ولی در طول این سالیانی که ما خودمون شارک کردیم خیلی از این به اصطلاح نو، حالا نمیدونم در چه حدی هست، چون کجا برگزار میشه، از این نو نشست ها برگزار شده، ولی واقعا خروجی که داشته چیزی نبوده. به صورت شفاهی فرمالیته یک بیانیه صادر شده و تمام. کشورهای اروپایی متاسفانه، شاید این حرف سنگین باشه من میزنم، اکثرا خودشون اگه در زیر نگاه کنید همه معاملاتی با جمهوری اسلامی داشتن، یک امیدی داشتن که قبل از اینکه این جریانات اعتصابات ژینا امینی صورت بگیره دوست داشتن که، و این چیزش در لفافه و مخفی نیست که همه ندونن، بعد از اینکه روسیه به اوکراین حمله کرد دوست داشتن که به جای انرژی روسیه ایران رو جایگزین کنن، و از گفتن اینم ابایی نداشتن، می‌خواستن به زور حالا به کت خدامنشی به هر جوری جمهوری اسلامی رو به اصطلاح متقاعد کنن که از یک چند نقطه پا پس بکشه و اینا بتونن که انرژی زمستانی خودشون رو، یعنی انرژی مورد نیاز خودشون رو کسب کنن. در همین نروژی که من زندگی می‌کنم، کشور نروژ ابایی نداره از اینکه بگه مثلا دنبال منافع خودش هست. ما در کشور نروژ هنوز هم پرونده پسر آقای رفسنجانی در مجامع نروژی دست به دست میشه، در رسانه ها هنوز بحث میشه. 15 میلیون دلار ایشون رشوه گرفته که شرکت استات اویل، که یک شرکت دولتیه، نفت دولتیه، اینو متقاعد کنه که در ایران سرمایه گذاری کنه، و این شرکت هم در ازای این 15 میلیون دلار میدانهای بزرگ نفتی ایران رو میخواسته. و جالب اینه که طبق تحقیقاتی که من خودم انجام دادم، 63% از سهام شرکت استاتویل مربوط متعلق به دولت نروژ هست، باقیش ما باقیش که 30 و چند درصدی مال عموم مردم هست. یعنی اگه شما دنبال سرچشمش برید میبینید که همین دولتی داره این به اصطلاح رسوایی رو به بار آورده. یا تمام تجهیزات آب سنگین کشور اسرائیل و آفریقای همین دولت نروژ داره میده. دولت نروژ چندین کارخانه بزرگ اسلحه سازی داره، مثل کونگسبرگ گروپن که من خودم کارشناس اسرائیل جنگ و صلح هستم. در سال 2018 11 میلیارد دلار اسلحه به اسرائیل فروختن. جالب اینه که تقریبا 15 سال پیش آقای اسحاق رابین و یاسر عرفات رو به نروژ آوردن، همیشه میخوان این رول به اصطلاح صلح رو در دنیا، چون جایزه نوبل صلح در نروژ اهدا میشه، همیشه این خواستن این نقش رو بازی کنن که در دنیا میخوان صلح ایجاد بشه و کشور رو. ولی جالب اینه که 15 سال قبل آقای اسحاق رابین و یاسر عرفات رو آوردن اینجا، پیمان صلح اسلو رو امضا کردن، پارسال 2018 11 میلیارد دلار اسلحه به اسرائیل فروختن. یعنی آدم نمیدونه این دوبل مورال کشور نروژ
واسه چی هست؟ اسلحه رو اسرائیل چیکار میکنه؟ آیا میفرسته فضا؟ نخیر بر روی مردم فلسطین بسرش. حالا من کاری به برحق بودن مبارزات خودم طرف ندارم، فقط میخوام این خدمت را شما که کشورهای اروپایی معاملاتی که میکنن، بیانیاتی که صادر میکنن، مسئله حقوق بشر فقط چیزی روی میز هست. واقعیتش اگه بخوایم آشکارا صحبت کنیم، اگه بخوایم در مورد، اگه بخوایم بله لفظ قلم صحبت کنیم، بگیم مثلا امیدوار باشیم، من واقعیتش امیدوار نیستم شخصی به خودم، چون میبینم اون چیزی که در سطح اروپا تا کنون 60 روز از اعتراضات در ایران گذشته به این شیوه مردم رو قلقم میکنم. یعنی جمهوری اسلامی تمام پیمان‌نامه هایی که در سطح بین‌المللی هست امضا کرده تمامشون زیر پا گذاشته. یعنی دیگه نمیشه واقعا اقدامات جمهوری اسلامی رو نقض حقوق بشر خطاب کرد، اصلا جنایت جنگیه. شما به هر به اصطلاح به هر جوری که شما این اقدامات رو بسنجید جنایت جنگیه. یه حقوق بشر، یعنی مردم خودت رو شما باید با از ده جنگی هدف شلیک مستقیم، بچه 7 ساله رو در سینه مادرشون در بوکان کشتن. یعنی اینا واقعا دیگه نقض حقوق بشر نیست. نقض حقوق بشر برای کشوری هست که لاقل الفبای حقوق بشر اعتقاد داشته باشه. یعنی اینا من فکر کنم با این سیناریو سازی هاشون، با این جوان 21 ساله رو میارن در عرض یک هفته اتهام محاربه بدون اینکه اصلا بررسی شده باشه، از فقط اینکه مثلا بلوچ کرد یا مثلا چیزی دیگه میخوان این اعتراضات رو مثلا به یه جوری ماسمالی کنن، بگن دستهای بیگانه مثلا اینجوری بوده. این سناریو سازی ها در ادبیات جمهوری اسلامی چیز تازه ای نیست. ما اگه برگردیم خیلی افراد بیگناه رو در جریان ترور دانشمندان هستی در ایران گرفتن که هیچ ربطی به این، اصلا از این جریانات بی خبر بودن، فقط صرف این که گردشگر خارجی بودن گرفتن، میخواستن مثلا به اعترافات شیوه اعترافات به جمهورینا بگن که ما از لحاظ اطلاعاتی از لحاظ اینا خیلی بالاتر هستیم و تونستیم در عرض 24 ساعت در یک آدم بیگناه رو بگیریم و این اتهامات رو پیش بچسبیم. در حال این نظر من بود، من واقعا دلخوش نیستم به وضعیتی که در سطح بین‌المللی هست. به همین خاطر ما باید، مردم ایران، ما باید خودمون پشت هم دیگر رو بگیریم. اگر امروز در حال حاضر که من با شما صحبت میکنم 11 شهر کردستان به صورت منسجم بازارشون تعطیل، یعنی همین نافرمانی مدنی که جمهوری اسلامی رو، یعنی باور کنید همین کارا من خودم به احزاب سیاسی کرد که مرکز همکاری دارم بهشون چندین بار پیشنهاد دادم. نظر من اینه که نافرمانی های مدنی مخصوصا که در کردستان جا باز کرده، اعتصابات سراسری بازار هست اینا، اگه روش کار بشه بسیار بسیار عمر رژیم رو کوتاه‌تر میکنه. شما نگاه کنید اگه مردم بفرض بیان در کل بر یک شهر به صورت مداوم پول برق ندن، پول گاز ندن، پول مثلا اینجور چیزا، یعنی جمهوری اسلامی فلج میشه. یا مردم لباس کردی بپوشن یک ساعت بیان، همون چیزی که جمهوری اسلامی خیلی روش حساس است، بیان در خیابون ها بشینن اعتراض کنن یک ساعت 10 دقیقه به صورت نمادین هر چقدر میتونن. ما دیگه این فکر میکنم اگه اینجوری ادامه پیدا کنه مردم کردستان مخصوصا بازاریا ورشکست میشن، هر روز احتسابات سراسری. ولی واقعا آفرین بهشون که دست نمیکشن. من فکر میکنم که این باید گسترش پیدا بکنه، تهران از حالت پراکندگی در بیاد. ما باید کاری بکنیم، نقش ما فعالین و خود بشه، کسانی که صدامون به جای میرسه، به مردم خودمون میرسه، اینه که مردم متحد کنیم، مردم رو سازماندهی کنیم که در اعتراضات شرکت کنن، نترسن. دیگه این بی‌تفاوتی رو باید کنار بذاریم. اگر امروز مردم ایران، حالا شاید این حرفم خیلی ناخوشایند باشه، به هر جهتی به دنبال منفعت‌های مثلا چند روزه این دنیای بی‌بقا، مثلا عده زیادیشون از این اعتراضات بی خبر هستن یا خودشون رو بی خبری زدن، دیگه وقتش بیدار بشن، وقتش حاتی بشن دوباره سازماندهی. مردم نسل آینده ما قبل از این که به پول و ثروت و سامان ما احتیاج داشته باشه، به امنیت احتیاج داره، که جایی که رژیم جمهوری اسلامی نمیتونه واقعا این
این آرزوی نسل آینده ما رو به اصطلاح بتونه جامعه عمل بهش رو پوشونه. امنیت در سایه جمهوری اسلامی چیزی این محال. حجاب همین خیلی امید بستن که جمهوری اسلامی احتمالا بتونه رفتارش عوض کنه، مخصوصا در مورد گشت ارشادن. من فکر می‌کنم که جمهوری اسلامی او چیزی که بهش باور نداره همین ها هستن، همین کدهای کوچیک. مثلا اگه فکر کنی خیلی سخته بگن مثلا سردار گشت ارشاد زن شد، یه حکم دیگه، یه حکومتی میتونه راحت گشت ارشاد زن کنه، ولی این اگه این امضا رو بزنن دیگه حکم بطلان خودشون، حکم فنای خودشون امضا کردن، چون این با تفکر اسلامی اونا ناسازگاره. این نمیشه، جایی نداره در ایدئولوژی جمهوری اسلامی. آزادی و مسئله حجاب، رفاه مردم، اینا جایی نداره. فقط باید یک عده از سران جمهوری اسلامی در رفاه و در آسایش باشن. مابقی مردم باید مثل، یعنی یواش یواش داریم به سمت کره شمالی میریم متاسفانه. من عرایزم زیاد شد، در خدمتتون هستم. مرسی، ممنونم آقای حسنپور عزیز از توضیحات شما. دوستان عزیز، آقای شاهرخ سلطانی، میشنویم شما رو، بفرمایید. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه دوستان عزیز و سخنرانمون آقای حسنپور عزیز. میخواستم یه سوال بپرسم از آقای حسنپور. اینجور که من متوجه شدم، خب کشورهای اروپایی و آمریکایی طبق معمول همیشه خب همکاری ندارن و اینکه داخل ایران هم ما هر روزه و هر روزه مردممون دارن کشته میشن و تأکید هم بر اینه که دست خالی باشن و حمله مسلحانه‌ای صورت نگیره، و از طرفی هم ما همون میدونیم که با یه رژیم دشخیم و خونخوار طرفیم که از هیچ چیزی مقابل کشتن مردم فروگذار نمیکنه، و از طرفی هم بحث اعتصابات سراسری، ما همون میدونیم که مردم ایران، اکثریت مردم ایران واقعا دستشون خالی هست از لحاظ مالی، و اینکه این اعتصابات سراسری که ما الان حرفش هست ضربه تنها به خود رژیم نمیزنه. یعنی واقعا مردم روز به روز دارن فقیر و فقیرتر میشن، از اون ورم دارن هی کشته میدن. و من سوالم از آقای حسنپور اینه که با وضعیت موجودی که الان ما داخل ایران داریم، مردم اون دست خالی هستن، هیچ گونه مقابله با رژیم نمیتونن بکنن، اون راهکاری که واقعا وجود داره و مردم میتونن انجام بدن و به نتیجه برسن چی هست؟ اونو حداقل کاری که این اعتصابات، این اعتراضات به نتیجه برسه، چون همه ما میدونیم اگر به هر دلیلی این اعتصابات به نتیجه نرسه، باز این حاکمیت اون سختگیری خودشو، اون کشتار خودشو بیشتر میکنه، بیرحمی خودشو نسبت به مردم بیشتر میکنه. ممنون میشم اگر منو آگاه کنید نسبت. ممنونم آقای سلطانی عزیز. فقط لطفا دوستان در مورد موضوع امروز سوالا بفرمایید. آقای حسنپور راجع به این موضوع کوتاه بفرمایید و بعد خانم ابتهایی هم بشن. کوتاه اگه عرض کنم، من میخوام جواب این دوست عزیزمون رو با یک نکته از دکتر قاسم‌لو. ایشون میگه که اگر نسل‌های قبلی ما وظیفه خودشون رو به درستی انجام میدادن، امروز ایشون این گفته‌ها رو 40 چند سال قبل در کوههای کردستان وقتی برای پیشنهادهای حزب دموکرات صحبت می‌کردن عنوان کردن. میگه وقتی نسل‌های قبلی ما اگه میتونستن دین خودشون رو، وظیفه خودشون رو نسبت به نسلی که الان در نسلی که الان هست به خوبی ادا میکرد، امروز لازم نبود ما مبارزه کنیم. حالا باز یه گفته دیگه ایشون میخوام بهش اشاره کنم. ایشون میگه هر ملتی آزاد میخواد باید هزینه آزادی رو بپردازه. واقعیتش هم اینه، هزینهش سنگینه برای ما. همه ما میدونیم که مردم ما در ایران چه وضعیتی دارن.
از لحاظ اقتصادی، از لحاظ آزادی، از هر لحاظی مردم دلشون خواهد. از لحاظ محیط زیستی شما در نظر بگیرید، مردم در تهران در شهرهای بزرگ نمیتونن نفس بکشن. حالا قبلا فقط تهران بود، الان شهرهای غرب و شمال غرب و اینا هم به اضافه شدن، از این غبار و از این گرد و خاکی که از سمت عراق و کشورهای عربی به سمت ما میاد، از عربستان، از شهرهای عراق مردم نمیتونن نفس بکشن، در خوزستان، در کردستان، در خرم‌آباد، یعنی در همه جا این مسائل زیاد شده. همش هم از زیر سر نابسامانی، زیر سر همین مسئولیتی که جمهوری اسلامی نمیدونه. یعنی واقعیتش اینه که تخصص ندارن در زمینه اداره کشور. حالا من میخوام کوتاه جواب این دوستم اینو بدم، اینه که اگر بخوای این من واقعیتش رو بخوام بگم، وقتی میتونیم اسم شورش و انقلاب روی این اعتراضات، هرچند از نظر من جمهوری اسلامی عمرن نمیتونه برگرده 50 روز قبل از ژینا. این مسئله امام پرهانی، بسیاری از کسانی که من یک زمانی باشون در ارتباط بودم در داخل، از دوستان، از فامیل، از اشنایان، یک زمانی میترسیدن، یعنی فکر میکردن ما مثلا دیوانه شدیم دنبال مسائل سیاسی میریم، بریم دنبال یک منفعت روزانه، یک چیزی پیدا کنیم بهتر از اینه که مثلا دنبال سیاست بریم اینا. ولی الان اینا به این نتیجه رسیدن که برای این رژیم باید بره. این خیلی نکته مهمیه، چیزی که در اعتراضات قبلی نمیدیدیم. در اعتراضات قبلی، در آبان، در جنبش سبز، اینا بیشتر تمرکز روی بود که حکومت اخلاقش عوض کنه، اصلاحات بشه. ولی الان دیگه مردم واقعیتشو، اکثریت مردم که در خیابونا هستن، شعارشون دیگه نابودی جمهوری اسلامی، تغییر حکومت هست، تغییر رژیم هست. این خیلی جلد خوشه. ولی باز هم تا این اعتراضات سراسری نشه، طبق نظر کارشناسان حوزه سیاست، تا این اعتراضات به صورت گسترده در ایران به 7% از جمعیت نرسه، حتی اقل به 7% از جمعیت نرسه، یعنی اگه جمعیت ایران رو 90 میلیون در نظر بگیریم، بعد حتی قد 5 تا 6 میلیون در خیابونا باشن، تا بتونیم اسم انقلاب رو برسونیم و جمهوری اسلامی مستأصل بشه از اینکه در مقابل مردم بیسته. هرچند در کردستان اخباری که به دست ما میرسه دیگه نیروهای نظامی خسته شدن، نمیتونن در مقابل مردم بیستن. این نیروهایی که در خیابونا هستن الان، من چندین صدا امروز از سقز به دستم رسیده، عکس گرفتم برام، میگن این کسانی که در خیابونا هستن اهل این شهر نیستن، چون سقز شهر کوچیکی، همه همدیگر رو میشناسن، حالا زیادم کوچیک نیست، ولی مردم میبینن همدیگر رو، میدونن زبانشون میگه فرق بکنه، یعنی به احتمال زیاد از نیروهای هشت و شعبی، از نیروهای دیگه هستن که از کشورهای همسایه، همپیمانهای جمهوری اسلامی هستن میارن. بلا فکر نمی کنم که یک سرباز وظیفه در ایران بخواد 60 روز مقابل مردم خودش بیسته و مردم خودش رو با گلوله های جنگی از پا در بیاره یا زخمی کنه. بله، بسیار هم عالی. خانم غزاله ابتهی، شما را میشنویم، بفرمایید لطفا. خانم ابتهی صداتون رو ما نداریم. الو، سلام و درود خدمت همه همکاران گرامی و آقای حسنپور گرامی. آقای حسنپور، من یک سوالی داشتم از شما. با توجه به اینکه خب الان به این شکل هست متاسفانه که دستگیری ها، بازداشتی ها به شدت زیاده، حکم هایی که دارن میدن واقعا فاجعه است و اصلا در دادگاه های حداقل کمتر از یک ساعته و بدون داشتن وکیل و همه اینها، و ضمن اینکه طبق صحبتی که همین الان داشتیم، حمایت جامعه جهانی رو به صورت کامل در این بابت نداریم، ما الان چه میتونیم بکنیم برای عزیزانی که الان درگیر شدن، بازداشت هستن، زیر حکم هستن و ما میدونیم که جمهوری اسلامی از هیچ کاری کوتاهی نمی کنه که بخواد جمع بکنه این اعتراضاتو.
ما به جز آگاهی رسانی چه کاری واقعا میتونیم بکنیم براشون و این قضیه قراره تا کجا به پیش بره به نظر شما؟ آیا فقط در حد این هستش که یه حکمی بدن که بقیه بترسن و بشینن تو خونه یا نه فراتر از این هاست؟ ممنون میشم پاسخ بدید. ممنون از شما خانم عطایی عزیز. بفرمایید آقای حسن. بله ممنونم از گرامی مون خانم عطایی. من فکر میکنم که اگر منظورتون کسانی که در خارج از کشور هستن، بله این رسالت ما، غیر از این نمیتونیم کاری انجام بدیم. این رسالت ماست که شرکت کنیم در مباحث، آگاهی رسانی کنیم. اگر دستمون میرسه به مجالس، به سیاستمداران خارجی، سعی کنیم از این را اینا رو مطلع کنیم از ظلم و جوری که در حق مردم ما توسط جمهوری اسلامی پیاده میشه، مخصوصا مردم در ایران اگه بتونن بیشتر متحد بشن، اگه کسی دستگیر میشه، اگه کسی زخمیه، پناه بدن به زخمی ها، نذارن بیفتن دست نیروهای سختگیر رژیم. اتحاد مردم خیلی میتونه تلفات ما رو کمتر بکنه. در حال حاضر مسئولیت بپذیرن، وارد اعتراضات بشن. همه تا کنون ما ندیدیم در بسیاری اشیا، اصلا من همیشه به این اشاره کردم، یک نقشه ای هست در تلویزیون ایران اینترنشنال فکر کنم پخش میشه، بعضی وقتا این چراغ هایی که چشمک میزنن در تمام ایران، شهرهای معترض رو که به اعتراضات پیوستنشون میده، بعضی از مناطق ایران هنوز این چراغ روشن نشده، یعنی 60 روز از این اعتراضات گذشته، هنوز فکر میکنی آدم اصلا در این شهر هیچ خبری نیست، کسی از دسترسی به اخبار ندارن، یه چیزیه که خاطی نشدن به این اعتراضات. مردم بی تفاوت نباشن، پشت همدیگه رو بگیرن، به همدیگه پناه بدن. اگه کسی به صورت ناانسانی داره توسط نیروهای لباس شخصی بدون حکم، بدون کمترین حقوقی داره بازداشت میشه، جلوشو بگیرن، نذارن، یعنی مداخله کنن. اینا میتونه هزینه همونو کمتر کنه. و باز ایرانیانی که در خارج از کشور هستن، از کردم خدمتتون که کمترین کاری که ما میتونیم اینه، در اعتراضات شرکت کنیم. راهپیمایی هایی که به صورت مداوم در کشورها، جایی که من اون توی که من خبر دارم، در بسیاری از کشورها به صورت هفتگی، دو هفته یک بار اعتراضات هست، شرکت کنیم، صدای مردم مظلوم خودمون باشیم. اگر در میبینیم که مثلا خانواده کسی که بازداشت شده است، حالا به خاطر اینترنت به هر جهتی نمیتونن این صدا رو برسونن، ما خبر داریم مثلا از فامیلمون، از دوستمون، اینا رو به نهادهای حقوق بشری برسونیم، این صدا رو ثبت کنیم، مثلا فلان کس در فلان تاریخ بازداشت شده، زخمی شده، کشته شده، خانوادهش نمیخوان یا نمیتونن، میترسن اینو رسانه‌ای کنن، ما سعی کنیم این صدا باشیم، نذاریم اینا در کفا گرد و غبار روشون بشینه، با صدای همه مردم ایران باشیم. اینا کارهایی که ما میتونیم این تلفات رو کمتر کنیم، متحد باشیم. من فکر میکنم اگه متحد باشیم و مردم همه در این اعتراضات شرکت کنن، فکر میکنم جمهوری اسلامی دیگه نمیتونه واقعا ادامه بده. یعنی شما فرض کنید اگه در تهرانی که میگن 10 11 12 میلیون 2 میلیون دقیقا یک میلیون نفر به خیابان بیاد، جمهوری اسلامی نه تحملش داره، نمیتونه جلوی یک میلیون نفر بیسته. یک روز، دو روز، سه روز نهایتش مجبوره که به زانو در بیاد. بسیار عالی، ممنون از شما آقای حسن‌پور و ممنون از سوال خوب شما خانم عطایی. من فکر می‌کنم که در مورد سوال شما میشه بیشتر بحث کرد، اینکه ما چه کار میتونیم بکنیم برای کسانی که الان براشون حکم قرار صادر بشه یا صادر شده. یعنی بسیاری از هموطنان، من در ابتدای عرضم گفتم، طبق چیزی که خود رسانه‌های جمهوری اسلامی اعلام کردن، بیش از 20,000 نفر در حال حاضر بازداشت هستن. اگر جمهوری اسلامی بخواد نصف این شهروندان رو بهشون حکم بده، شما فکر کنید چه فاجعه‌ای به وجود خواهد اومد، در واقع بی‌سابقه خواهد بود در تاریخ جمهوری اسلامی. فکر می‌کنم که یک همچین ابعاد وسیع از کشتار رو بخواد به قول معروف انجام بده. ولی در مجموع فکر می‌کنم که ما فقط میتونیم
اطلاع رسانی کنیم و اینکه تحت فشار بذاریم از طریق نهادهای بین المللی. ما فقط این کارم این کارو میتونیم کنیم. حالا دوباره شما رو میشنم خانم عطایی، ببینم نظر شما چیست. من خواستم یه نکته رو اضافه کنم که چند روز پیش اتفاقا توییت یکیشون رو داشتم میخوندم که میگفت چاره کار فقط اتفاق 67ه، تکرار 67ه. توییت یکی از خداشون بود، یعنی یه همچین پلنی ممکنه داشته باشن و این خیلی خطرناکه. دقیقا منم عرض کردم اگر بخواد جمهوری اسلامی یک یعنی دستش باز باشه و بتونه انجام بده و واقعا فاجعه به بار خواهد آورد، همونطور که تا الان فاجعه خیلی به بار آورده، من فکر می‌کنم باید نگذاریم به اون نقطه برسه. با فشارهایی که به نهادهای بین‌المللی میاریم، به سیاستمداران، به افرادی که تو مجامع بین‌المللی نفوذ دارن، میتونیم به اونا فشار بیاریم و جمهوری اسلامی رو مانع بشن از این ماجرا. غیر از این فکر نمی‌کنم، وگرنه جمهوری اسلامی از طرف دیگه هم آقای حسن زاده هم که آقای حسن پور هم که گفتم من نمی‌دونم چرا اسم شما رو میگم آقای حسن زاده، معذرت، آقای حسن پور هم فرمودن که اتحادی که داخل ایران هستش حتما میتونه خیلی زود به نتیجه برسه و هر چقدر زودتر به نتیجه برسه ما میتونیم امیدوار باشیم که خسارت کمتری میتونیم ببینیم. آقای حسن‌زاده شما هم اگر مطلبی داریم به این موضوع بفرمایید. بله، من در تایید فرمایشات شما، حالا دیدم دوستانم در زیر یه چیزایی رو تو شد نوشته بودن، درسته. یعنی اگر ما این فرصت رو به جمهوری اسلامی بدیم که تزدید قوا بکنه، مثلا این اعتراضاتی که در خیابون ها اکنون در جریان داره، اگه تعطیل بشه، مدت زمانی تعطیل بشه، جمهوری اسلامی به راحتی میتونه تزدید قوا بکنه و مثل یک گرگ بیمار دیگه همه رو قلقان میکنه. کسانی که فقط در شاید در نزدیکی اعتراضات دیده شدن، از اونجا رهگذرم، یعنی سعی میکنه اینا رو پیدا بکنه و تصویر حساب بکنه، بابا هزینهش خیلی گزاف میشه برای، هزینهش خیلی بالا میشه برای ما اگه جمهوری اسلامی بتونه، چون ما داشتیم این تجربیات رو مخصوصا در کردستان داشتیم. الان کسانی که در همین لحظه که با شما صحبت میکنم، کسانی که در شهرهای مهاباد، بوکان، نقده، اینا در روز اول اعتراضات، از روز اول اعتراضات مغازه هاشون بستن، الان دیگه اومدن مثلا مغازه بسته به سلیقه خودشون، بسته به اون مغازه چیه، طرف روشیه، آیا مثلا اگه شغل لوکس و به اصطلاح از لحاظ سرمایه به سرمایه بسیاری احتیاج داشته باشه، جریمه ها رو بالا بردن. کمترین جریمه 9 میلیون، مثلا 15 میلیون تا 150 میلیون جریمه داشتیم که شما چرا مغازه بست. یعنی یک حرکتی که هیچ ضرری برای کسی نداشته، مردم رو ملزم کردن، پلمپ کردن، حق پلمپ هم از مردم میگیرن که مثلا 600 هزار تومان گویا هزینه این پلمپ هست که این پلمپ باز بشه. مثلا تا این هزینه رو پرداخت بکنی، جریمه رو نده، کسب کار نمیتونه بازش رو. هرچند مردم دیگه خودشون هم اگه جمهوری اسلامی خودش تا تلفنی بیاد مغازه رو باز کنه، خیلی از مغازه رو بکنشن، مردم دیگه باز دوباره مثل همین فراخانی که داشته شد، دوباره مردم براشون عادی شده که مغازه ها رو به نشانه اعتراض ببندن. واقعا هم دست مریزد مردم کردستان با توجه به این که فشار اقتصادی روی مردم کردستان به علت نبود مناطق صنعتی و اینا بسیار بیشتره، داری باز ادامه میدن و خستگی ناپذیرن، واقعا دستشون در نکنه. بله، بسیار هم عالی. از دوستان دیگه اگر کسی، خانم مباشری پر بفرمایید لطفاً. خب ما امشب خیلی سوال کردیم جناب آقای حسن پور، ولی کن خب ما با توجه به صحبتهایی که شد و مخصوصا دوستانی که گفتند اگر اتفاق 67 اتفاق بیفته، اگر هزاران نفر از جوانان این کشور رو به خاک و خون بکشند، اگر این همه اعدام هایی که الان خیلی از افرادی که در زندان ها دارن به سر میبرن، دارن به حکم های اعدام
برشون بریده میشه و گفته میشه که اینها باید اعدام بشن. اگر این اتفاق بیفته به نظرتون یعنی قوه قضاییه ایران که هیچ، آیا دنیا صداش در نمیاد؟ آیا دنیا جلوی اینها رو نمیگیره؟ چطور هست که انقدر راحت کشورهای اروپایی و آمریکایی ادعای حقوق بشر میکنند و بعد هیچ اقدام صورت نمیدن؟ یعنی دوباره میگذارند که داستان قضیه خاوران پیش بیاد، دوباره اجازه میدن که قتل عام صورت بگیره. ممنون میشم که پاسخ بدید جناب آقای حسن پور. بله دوست عزیز، من فکر می‌کنم که اخلاق جمهوری اسلامی بسیار عوض شده از زمان بوسر کارم مدنش تا اینم به اصطلاح جوانمردی و به اصطلاح تحت خواهان خود جمهوری اسلامی نبوده. همین سازمان های حقوق بشری، مدافعان مردم ایران، کسانی که مبارزه کردن، کسانی که در بیرون از مرزها، در داخل مرزها، قتل های زنجیری، کسانی که به هر جوری هزینه دادن، این ثمره و کارنامه مبارزه اوناست که جمهوری اسلامی دیگه نمیتونه، یا اگرم بخواد دیگه به اون شکل خیلی براش هزینه برداره اگه بخواد کاری انجام بده. به همین جهت هست که من میگم باید ما همه متحد باشیم، همه با هم کار کنیم، همه مردم ایران همه قاطی بشن، این بیتفاوتی رو کنار بذارن. به همین جهت هست اگر شما بیادتون باشه، من خودم دهه 60 هستم، در اوایل دهه 60 در کردستان لاغر من بیاد دارم نیروهای سار الله کمیته اما و اقسام نیروهای بازداشت و سرکوب داشتیم. اینا مردم رو بدون حکم می بردن. الانم بیشتر از شاید بگم 3000 کیس ما در کردستان داریم که مردم رو اینجوری اومدن به اتهام این که به احزاب سیاسی در تماس بودن بردن و دیگه بر نگشتن. در سردشت، در مهاباد، در شهرهایی که مردم رو بردن هنوز هم خانواده ها پیگیر هستن، هنوز هم خانواده ها دنبال زندانی های خودشون میرن، به اندک خبری بسنده میکنن. مثلا اگر فلان کسی بگه من یه خبر اینجوری دارم در زندان تهران گویا اینجوری شده، این خانواده ها به همین خبر بسنده میکنن میرن دنبال، یعنی بعد از گذشت چند دهه. ولی الان فرق میکنه، بسیار فرق میکنه. همین روی خط بودن مردم، مبارزه مردم، یکی از ثمره هاش اینه که جمهوری اسلامی دیگه من فکر میکنم نمیتونه 67 رو دیگه تکرار بکنه، جنایت 67 رو تکرار میکنه، چون هم خودش هم واقفه که چه هزینه ای براش داره و به این آسونی هم نمیشه دیگه. اون عصر بی خبری و اینا نیست، الان اینترنت در هر جای جهان هست. با وجود این که جمهوری اسلامی بسیار سعی داره که مردم رو در این بی خبری نگه داره، ولی مردم ایران خودشون از بسیاری از کشورهای منطقه که هیچ بالاتر هستن، حتی مردم در رساندن صدای خودشون من فکر میکنم که از بسیار از کشورهای اروپایی هم جلوترن، یعنی راهایی که پیدا میکنه چه کنه. به این جد اینا واقعا جای امید هست، ولی تا اونجایی که به کشورهای اروپایی بند میگرده من فکر میکنم که واقعا هم هرچند ما باید این کار رو بکنیم، صدای خودمون برسونیم، ولی شاید دیگه لوس شده این که مثلا ما چقدر به کشورها فشار بیاریم، مثلا ناتا و بشری جلسات متعدد بذارم که مثلا یک کشوری رو متقاعد کنیم. مثلا ما از طرف سازمان هنگام 3 ماه قبل در پارلمان نروژ من خودم شرکت کردم با کمیته وزارت کمیته روابط خارجیشون، ما جلسه داشتیم. گویا این کمیته یک انجمن پارلمانی دوستی 3 جانبه داره با قطر و با ایران و با نروژ. ما اینا رو ازشون تعهد گرفتیم، ازشون خواستیم، اینا به ما قول دادن که این حتی سفیر رو. حالا اون موقع هنوز سخنی از این اعتراضات به میان ما به خاطر مسئله کولبرا رفته بودیم. وقتی که این اخبار رو شنیدن حتی شوکه شده. مثلا در عرض 5 سال جمهوری اسلامی 2600 کولبرا رو کشته با شلیک مستقیم.
وقتی این آمار رو شنیدن اصلا شوکه شدن، اینا که کسانی نظامی نبودن، با جمهوری اسلامی جنگی داشتن، کسانی قاچاقبر بودن، اصلا دو بسته صابون با خودشون آوردن، یکی بیچاره آوردن، غیر از این نیز یه تلویزیون آوردن، یعنی اینا رو به راحتی بهشون شلیک کردن. اینا شوکه شدن، گفتن ما در اولین اقدام سفیر جمهوری اسلامی در نروژ رو به اصطلاح احضار میکنیم، بعد در تهران همین کار رو میکنن، بعد در همین انجمن پارلمانی خودشون دوباره در سطح پارلمانی به پارلمانی ایران این صدای ما رو میرسونن. ولی متاسفانه جوابی که گرفتیم فقط یکی از این سه نکته رو اجرا کرده بودن. فکر میکنم که منافع کشورهای اروپایی هیچ وقت اجازه نمیده. شما نگاه کنید ترور مخالفان جمهوری اسلامی در خارج از کشور، این پرونده های بزرگ، مثلا میبینی که جهت اطلاعتون در پرونده ترور دکتر قاسم نو در وین اتریش، با وجود اینکه تمام مدارک حاضر بوده، یکی از یعنی قاتلین محمد جواد سهرارودی و بزرگیان که علی دایی، آقای علی دایی پرونده با ایشون داشتن در سایپا، و محمد جعفر سهرارودی رئیس دفتر الان ترفیع درجه میگرفت، یعنی قاتلاشون ترفیع درجه میگیرن. همین در پرونده دکتر قاسم نو این دو قاتل الان بزرگترین مقامات دولتی رو نشون دادن. وقتی محمد جعفر سهرارودی زخمی شده، نزدیک چند روز در مداوا شده، بعدن اسکورت شده به توسط مقامات اتریشی به فرودگاه و از اونجا به تهران. یکی از سران جنبش، سران حزب سبز در اتریش یک کتابی نوشته، اسکورت به تهران. در اینجا این گزارشاتی رو که از پلیس آورده و به اضافه یه سری مسائل دیگه، اینا رو به صورت یک کتاب در آورده، خود عضو حزب سبز اتریش این کارو کرده. منظورم اینه که کشورهای اروپایی وقتی که منافعشون در جریان باشه، حالا مخصوصا این کشور ثروتمندی مثل ایران که ذخایر عظیم نفتی نداره، خیلی به راحتی باهاش معامله میکنن. من هیچ دل خوش نیستم تا اون چیزی از کشورهای اروپایی واقعا ندیدی بتنامه صادر بشه، کاری بکنن. و امیدوارم، من خودم به شخص امیدوارم که این انجام پیدا بکنه، یعنی پشت مردم ایران وایسن، پشت مردم ایران رو خالی نکنن. واقعا مردم ایران به حمایت لازم احتیاج دارن، به پشتیبانی نیاز دارن. سعی کنیم مال آغل این کسانی که در خارج از کشور هستیم فعالیت میکنیم، کشورهای خودمون رو ملزم کنیم با اعتراضات سراسری، با مراجعه به سیاست مداران، اعضای پارلمان، ما سعی کنیم اینا رو متقاعد کنیم که شرکت کنیم در این روند. جمهوری اسلامی دیگه عمرن به اون زمان بر نمیگره، لااقل تسریع فروپاشی جمهوری اسلامی رو سریعتر کنه برن در روند. بسیار عالی، ممنون از شما آقای حسن‌پور. خانم عطایی سوال دارن، بفرمایید. لطفا خانم عطایی. من در جواب خانم مباشری فر میخواستم یه صحبتی بکنم که آیا اگر امیدوارم که اینطور نباشه، اتفاق 67 قرار باشه که دوباره تکرار بشه، اگر آیا جامعه جهانی ساکت میمونه؟ من به نظر من میمونه همونطور که اون سال ساکت موندن و اصلا هیچی، و فقط نه چی، یعنی واقعا انقدر بودش وحشتناک و زیاده که همین. ولی میگم که یعنی یه چیزی که هست، حالا من درستم نیست شاید اگر که بگم، ولی به نظر من واقعا این داستان حقوق بشر و اینها به نظر من فقط فرمالیته است در جامعه جهانی، یعنی به این شکل نیست، واقعا انجام نمیدن اینطور. من اینطور حساب نمی کنم، اینطور ندیدم راستش که بخوان کاری بکنن. چرا؟ اصلا خودشون غالبا خیلی وقتا خودشون خیلی کارا میکنن. الان حالا نمیخوام بحث رو عوض کنم، ولی اتفاقی که برای افغانستان افتاد، خودشون طالبان رو آوردن، با پسگراتر از طالبان که دیگر نیست. خلاصه همین، باز امیدوارم که اون اتفاق نیفته، ولی که اگر بیفته لاقل خوشبین باشیم که جور دیگری حالا
برخورد بکنه جامعه جهانی. ممنون. ممنون از شما خانم مبتهی. خانم پروین محمدی. بله پروین محمدی میشتریم شما رو، بفرمایید. خانم محمدی میکروفون من براتون باز کردم. خب گویا میکروفونش میاد. من یک بار دیگه براتون باز میکنم. متاسفانه ما صدای شما رو نداریم خانم محمدی، میکروفون رو فکر میکنم ایراد داره. در هر صورت الان صداتون فکر کنم میاد. بفرمایید. صداتون نمیاد. خب خانم محمدی که صداشون رو ما نداریم همچنان. و در مورد صحبت‌های شما خانم مبتهی عزیز، فقط باید امیدوار باشیم که به اون نقطه نرسه که جمهوری اسلامی فرصتی داشته باشه که بخواد احکامش رو اجرایی کنه. بله میکروفونتون ایراد داره خانم محمدی فکر میکنم، منم گفتم. در صورت اگر دوستان عزیز صحبت خاصی ندارن یا سوالی ندارن، از آقای حسنپور تقاضا میکنم که جمع‌بندی آخری رو بفرمایند تا جلسه رو به اتمام برسونیم. بفرمایید آقای حسنپور. دوستان عزیز، همچنان که خدمتتون عرض کردم و در خلال گزارش آمده بود، چند نفر در کردستان، البته این چند نفر در کردستان، این چهار نفر مخصوصا که ما آمارشون تایید کردیم به محاربه، بر اساس این جلسه ای که ما امروز با هم داشتیم در مورد کسانی که حکم سنگین و مخصوصا حکم اعدام دریافت کردن، این چهار نفر رو ما در کردستان تونستیم هویتشون تایید بکنیم. متاسفانه جمهوری اسلامی در چون مواقعی که بازداشتی ها رو در اوائل مثلا اعتراضات میگه، با چسباندن این اعتراضات، سیناریو درست کردن سیناریوهای جعلی، اعترافات تلویزیونی، اینا سعی بر این داره که این اعتراضات رو به بیرون از ایران، به کشورهای خارجی، به اینا به اصطلاح به چسبون این جنایت رو. و از جهت دیگه هم میخواد به یک جوری این جنایت خودش رو در سطح بین المللی به اصطلاح لاپوشانی بکنه. ما فکر میکنیم که این سناریوها رو دیگه مردم باور نمیکنن. محاربه فساد و فیل ارز، یک جوانی که در سیستم خود جمهوری اسلامی تحصیل کرده، به یک مرتبه رسیده، مهندسی رسیده، مثلا الان در یک شرکتی کار میکنه، شما این بیگناه گرفتید، اثر کار برگشته، در یک دادگاه چند دقیقه‌ای معلوم نیست، هنوز هم خانواده ایشون نتونستن حتی کوچکتری ملاقاتی با ایشون داشته باشن. فقط ایشون مثلا همین در مورد آقای پرهام پروری صحبت میکنن، چند دقیقه تونستن با خانوادشون صحبت بکنن. از اون که شدت جنایت جمهوری اسلامی نشون از اینه که میخوان به این شکل ارعاب درست کنن، وحشت درست کنن در جامعه، مردم رو سعی میکنن که به این شیوه از شرکت در اعتراضات، در تجمعات دل سرد بکنن، مردم رو مضطرب بکنن، بترسونن. ولی خیلی مهمه که ما همچنان که دوست عزیزمون فرمودن، چه کاری ما میتونیم الان برای این دوستانمون انجام بدیم که اینی که صدای اینا باشیم در اعتراضاتی که صورت میگیره در خارج از کشور، سعی کنیم اکثر اینا رو تاییدیه کنیم، مردم رو از حزن مردم اروپای رو، از اونمی که نهادهای بین‌المللی رو
سازمان ها رو دولت ها رو از حجم جنایتی که در ایران صورت میگیره متوجه کنیم، صدای اینا باشیم، در کنار خانواده هاشون باشیم، به هر صورتی که میتونیم کمک برسونیم به مردم ایران. همچنان که عرض کردم اگه کسی صداش گم شده، صداش نمیرسه، حالا به هر دلیلی خانواده میترسن، اینترنت وضعیتش بده، به هر جهتی شما خبری دارید، به دست نهادهای حقوق بشری، سازمانهای مدافع حقوق بشر بسونید که این صدا پخش بشه، یک آمار درست تهیه بشه. اینا کارهایی که ما میتونیم انجام بدیم. این چهار نفر در کردستان اکنون حکمشون محاربه و طریقه اعدام هست، احتمال زیاد چند نفرشون که بهشون گفتن شفاهی که احتمال زیاد اعدام میشن، ولی این چهار نفر دیگه در ایلام و در شهر ما هنوز نتونستیم. یک نفرم که امروز برسه و بسه جمعا میشه نو نفر، ولی ما نمیتونیم به این نو نفر، ما هنوز میتونیم اون چهار نفر تأکید داریم، ما داریم بررسی میکنیم. اینا خیلی مهمه، یعنی در عرض 60 روز 9 جوان این مملکت دارن فقط در کردستان. حالا ما از باقی مناطق ایران هیچ خبری نداریم، مطمئنا در جاهای دیگه هم این سناریو سازی در حال جریان. جمهوری اسلامی داره زهر چشم میگیره از مردم و مردم رو به اصطلاح مجبور میکنه که عقب نشینی کنن، ولی اون چیزی که ما ببینیم خوشبختانه مردم دیگه عقب نشینی نمی کنن، واقعا دیگه به این نتیجه رسیدن که این سیستم، این رژیم دیگه اعتبارش به سر اومده و باید رختشو بربنده، باید بری از ساحل سیاسی رو خلافی کنه، چون در همه زمینه ها دیگه دست به هر چیز زدن، یک افتضاحی برای آوردن از لحاظ اقتصادی، از لحاظ سیاسی، از لحاظ، یعنی شما یک جوانی رو مثلا در نظر بگیم مثل مهسا امینی، فقط به خاطر اینکه حجاب نداشته جونش رو گرفتن. یعنی هیچ حکومتی در دنیا اینجور با باشندن خودش چیز نمی کنه. بعد ادعایی که می کنه، این ادعاها خیلی سنگینه. مثلا شما نماینده مردم که در جایگاه به اصطلاح نماینده مردم نشسته، باید سخن مردم رو به زبون بیاره، باید زبان مردم باشه، باید پشتیبان مردم باشه، اولا تقاضا اعدام مردم رو میکنه به صورت دست جمعی، ثانیا مثلا هموطنان خارج از کشور ما رو به این تهدید میکنن که حق تابعیت رو از کسانی که در اعتراضات شرکت میکنن میگیریم. یعنی ادعایی که جمهوری اسلامی میکنه در هیچ قانون بین المللی نمونه‌اش یافت نمیشه، هیچ کشوری نمیتونه، هیچ کشوری در حوزه اختیار دولت‌ها نیست که حق تابعیت رو از شهروندی بهش اعطا کنن یا ازش بگیرن. این تابعه باید یک دستور و قوانین مشخصی باشه. الان ما همگی ما که در کشور خارج زندگی، مثلا ما بعد از 7 سال تونستم تابعیت کشور نروژ رو بگیرم و این در قانونش اومده که باید من چه کارهایی رو انجام بدم، چه خلافهایی رو مرتکب شده باشم که دولت نروژ به این نتیجه برسه که مثلا تابعیت رو از من بگیره. یعنی منظورم اینه که در هر زمینه شما نگاه میکنید، اینا فقط کارشون اینه در حال حاضر که مردم رو بترسونن، چه خارج از کشور چه در داخل کشور. این محاربه ها، این حکم های سنگین که مردم میچسبونن، نتیجه همینه، میخوان از این راه، از اون راه سناریوی قدیمی که خودشونم بهتر میدونن که این دیگه راه به جایی نمیره، سناریوهای جمهوری اسلامی. ولو اگر مثلا واقعی باشه، دیگه مردم حتی به مثل چوپان دروغی شده جمهوری اسلامی، دیگه مردم بهش باور ندارن. به همین جهت من از شما تقاضا میکنم صدای زندانیان سیاسی باشید، صدای خانواده‌هاشون باشید. در اعتراضات که شرکت میکنید حتما سعی کنید این عکس ها رو تهیه کنید. اگر در نزدیکی خودتون کسی رو میشناسید که مثلا دستش به جایی بنده، مثلا با مسئولین تماس داره، با مثلا اعضای پارلمان، اعضای مجلس در کشورهای اروپایی، سعی کنید با این ارتباط برقرار کنید. چیزهای اسنادی که در دستتون هست بهش اشاره کنید، اینا خیلی تاثیرگذار خواهد بود. من به نوبه خودم از همه شما تشکر میکنم که به عرایز بنده گوش کردید و من هم بسیار خوشحال شدم از سوالات شما، سوالات بجایی بود و بسیار لذت بردم از مصاحبت با شما. بسیار تشکر.
بله، ممنون از شما آقای حسنپور عزیز. ما هم از شما ممنونیم که دعوت ما رو پذیرفتیم با مشغله که زیادی که دارین ما میدونیم، و به خصوص خودتون هم اوبان کردیم به خاطر موشکبارانی که جمهوری اسلامی انجام داده و شما الان به شدت درگیر این موضوع هستین. همونطور که شما فرمودید و در تکمیل صحبت شما من این جنبندی رو بکنم که متاسفانه در نادادگاه های جمهوری اسلامی، اسمشون نمیشه گذاشت دادگاه، میشه گذاشت نادادگاه، برای 1680 شهروند ایرانی کیفرخواست صادر شده و اکثر اونها هم به اتهام محاربه و اقدام علیه امنیت ملی و غیره براشون کیفرخواست صادر شده. بیش از 20 هزار تن از شهروندان بازداشت شدن. 300 و اجازه بدین که من از روی نوشته بخونم که 369 تن از شهروندان متاسفانه جان خودشون رو از دست دادن که 54 تن کودک بودن. یعنی شما تصور کنید که یک رژیمی که بیاد کودک بکشه، از کودک 2 ساله که در بلوچستان بود یا و کودکان زیادی که در سراسر کشور متاسفانه جان خودشون رو از دست دادن، اینا همه نشون دهنده این است که رژیم ایران مشروعیت که نداشت، با این کارا مشروعیت خودش رو به کل در جامعه جهانی هم فکر می‌کنم از دست داد خوشبختانه، و امیدوارم که به زودی انقلاب به ثمر برسه و همه ایران و ایرانی آزاد بشه. من جا داره تشکر کنم از همکارانی که منو در این جلسه یاری کردن. بنده رضا شایگان مسئول جلسه بودم و همکاران من ضبط صدا و ادمین ها آقای حسن حمزه‌زاده، خانم غزال سادات عبدی و آقای محمد رسول پورتندرست. این جلسه در تاریخ 15 نوامبر 2022 و با همت کمیته دفاع از حقوق اقوام ملل ایرانی با موضوع حق اعتراض و احکام ناعادلانه قوه قضاییه برای معترضان برگزار شد. از همه شما عزیزان تشکر می‌کنم که در این جلسه حضور داشتین و تا پایان همراه ما بودین. از آقای حسنپور عزیز تشکر می‌کنم که دعوت ما رو پذیرفت و در ساعت 19:35 به وقت اروپای مرکزی ختم جلسه